پنجشنبه 13 تیر ماه 1398، تنگه جبل الطارق. مه صبحگاهی از دریا به سوی کوههای معروف جبل الطارق میخزد. از عمق مه اتاقه که کنترل یک نفتکش دیده می شود. پایین کوه نیروهای امنیتی انگلیسی هم به دریا زدند. به نظر در پس این مه داستانی در شرف آغاز شدن است. مه که فرو بنشیند، کشتی گریس یک خودش را به رخ تنگه جبل الطارق می کشد. گریس یک نفتکش پانامایی و در اجاره ایران است و هیچ کدام از ملوانان روی این نفتکش نمی دانند که قرار است اتفاق مهمی اینجا بیفتد، اتفاقی که تا مدتها دنیا را درگیر خود خواهد کرد. جبل الطارق یک آبراه تنگ دریایی است. این نام را هم به این دلیل به این تنگه دادند که زمانی مسلمانی به نام طارق ابن زیاد از این آبها عبور کرده و اسپانیا را به تصرف خود درآورده. یک سوی این تنگه مراکش است و سوی دیگر آن اسپانیا. اما اینجا نه برای مراکش است نه برای اسپانیا. بریتانیا این منطقه را سالها قبل اشغال کرده و نام کشور جبل الطارق را روی آن گذاشته و تا کنون هم جبل الطارق مستعمره انگلستان باقی مانده. بریتانیایی ها تسلط بر آبراهای بین المللی را از گذشته می‌خواستند، چرا که این تسلط یعنی مدیریت منابع انرژی جهان. اما امروز با ورود این نفتکش همه چیز تغییر خواهد کرد. امروز و در 13 تیر ماه 98 نفتکش ایرانی وارد تنگه شده. حضور گریس از پس توپهای باقی مانده انگلیسی ها قابل دیدن است. توپهایی که حالا میمون ها از آن بالا و پایین می روند. گریس وارد معرکه خطر می شود. بریتانیا دوباره می خواهد تسلط خود را به دنیا نشان دهد. آبراه جبل الطارق که با زور سرنیزه انگلیسی شده می خواهد نفس نفتکش ایرانی را بگیرد. بنابراین یک شوی تصویری عجیب طراحی می شود. گریس باید از هوا و دریا اشغال شود. نفتکش ایرانی مورد هجوم قرار می‌گیرد. نیروهای کماندوی انگلیسی با بالگرد مثل راهزنانی نقاب بسته روی نفتکش گریس فرود می‌آیند و آن را با سر و صدای رسانه‌ای زیاد توقیف می‌کنند. گریس را به جبل الطارق می‌برند. خبر این اتفاق رسانه‌ای می‌شود. دنیا در آستانه یک چالش بزرگ دریایی است. پاسخ ایران چه خواهد بود؟ سیزدهم تیر ماه 1398. تنها 13 روز پیش ایران گران قیمت ترین پهپاد جاسوسی امریکا را سرنگون کرده. نمایش اقتدار امریکا به شکل عجیبی در هم شکسته و کاخ سفید در به در به دنبال ترمیم این چهره است. قرار است این کشتی اولین قربانی آن باشد. 3 ماه است که حکومت دیکتاتوری مصر کانال سوئز را به روی نفتکش‌های ایرانی بسته. این دستور ایالات متحده است. ایران ناچار است برای رسیدن به سوریه قاره افریقا را دور بزند و از تنگه جبل الطارق وارد مدیترانه شود. امروز و اینجا در جبل الطارق این تنگه هم
به روی ایران بسته می شود. اولین قربانی نفت کشه گریس است. گریس یک نفت کش پانامایی است، ساخت کره جنوبی و در اجاره ایران است، با 2 میلیون بشک نفت به مقصد سوریه. بریتانیایی ها و امریکایی ها معتقدند هیچ دلیلی ندارد نفتی به سوریه برسد. اینها سال 1389 هم اعلام کرده بودند هیچ دلیلی ندارد بنزین به ایران برسد. البته ایران با ساخت سریع پالایشگاه ستاری خلیج فارس تحریم بنزین را خونسا کرد، اما سوریه درگیر نبرد با تروریست ها بوده و توان این کار را ندارد. ایران نه مستعمره انگلیس است، نه مثل عربستان مستعمره امریکا. ایران و سوریه دو کشور مستقلند که با هم تعاملات اقتصادی دارند و این ربطی به ایالات متحده و بریتانیا ندارد. گریس یا آدریان دریا چالش بزرگ استقلال ایران و هژمونی امریکا می شود. حقوقدانان جبل و طارق روز توقیف را اینطور توصیف می کنند. The police and then a helicopter at 0135 on the morning of the 4th of July, the day after Gibraltar changed its legislation to permit this arrest to take place. And not realizing that whilst the ship had been on high seas, it had been deflagged by its which country was it flagged with? I can't remember now. Panama. It had lost its Panama flag whilst on the high seas, and it arrived as a stateless vessel. They were arrested. They were told to kneel down and put their hands behind their heads on the deck. توقیف گریس با این شیوه تحقیرآمیز برد بزرگی برای بریتانیا و امریکا است. به زودی ناامیدی شدیدی بین مردم سوریه ایجاد شده و امید بزرگی به گروه‌های تروریستی می‌رسد. آنها که می‌خواهند دوباره با دستان ایالات متحده و پول عربستان سعودی زنده شوند. از همه مهمتر، حیثیت و اقتدار جمهوری اسلامی را هم در دنیا از بین می‌برد. این یعنی سلطه و هژمونی بریتانیا و امریکا دوباره به رخ جهان کشیده خواهد شد. وزیر خارجه اسپانیا واکنش نشان می‌دهد. اسپانیا خود را مالک جبل و طارق می‌داند. Realmente estábamos al corriente de esta operación. It was a demand by the United States to the United Kingdom, he says, and we are looking into how it affects our sovereignty because it happened in what we understand are Spanish waters. واکنش اول ایران اما احضار سفیر بریتانیا است. آن سویتر و در لندن تکبر و شوق پیروزی در همه رفتار دولت مردان بریتانیا دیده می شود. I said that if we could receive sufficient guarantees that that tanker was not headed for Syria, then we would be able to resolve the situation following, of course, due process in the Gibraltar courts. ایران عضو اتحادیه اروپا نیست و دلیلی ندارد به تحریم های این اتحادیه تمکین کند. بریتانیا هم این را می داند، اما قصد انگلیسی ها به زانو درآوردن ایرانی هاست. آفتاب بر فراز گریس غروب می کند. حالا نوبت امریکایی هاست. جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ اعلام می کند دولت های بریتانیا و امریکا متعهدند اجازه ندهند ایران و سوریه از این تجارت نفعی ببرند. بولتون اعلام می کند حد اکثر تا 3 ماه دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت. این سویتر و در حاشیه خلیج فارس ذوق و شوق این اتفاق در عربستان هم دیده می شود. بحرین و امارات بر سر اینکه به بریتانیا و امریکا خاک بیشتری برای ساخت پایگاه بدهند با هم رقابت می کنند. اما در این لحظه فعلا جمهوری اسلامی باید تکلیفش را با فرماندهان این راهزنی معلوم کند. جمعه 14 تیر ماه، خدمه نفتکش گریس مورد بازجویی قرار می گیرد.
اتفاقی عجیب که هیچ منطقی در دنیا آن را نمی‌پذیرد. کاخ سفید اعلام می‌کند به زودی ائتلافی با نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس خواهد داشت. اعراب هم زمین ساز این ائتلافند. هدف این کار جنگ با ایران در مقابله به مثل احتمالی است. اما این صورت ماجراست. در حقیقت این ائتلاف می‌خواهد نفتکش‌های ایرانی را در ساحل خلیج فارس حبس کند. اتفاقی که یک بار دیگر در سالهای پایانی دهه 60 افتاد، اما برنده آن ایالات متحده آمریکا نبود. در زمان جنگ می توانستیم اقدامات بسیار زیادی رو علیه ناوهای جنگی امریکا انجام می دهیم. می توانستیم اقدامات زیادی رو جهت عبور جریان انرژی از خلیج فارس مطابق با اون چیزی که امریکایی ها می خواستن، نبود مطابق با اون چیزی که نیازمندی مردم دنیاست، می توانستیم انجام بدهیم، ولی این کار رو نکردیم در حالی که توانمندی رو داشتیم. دلیل اونم این است که 139 عملیات مقابل مصر رو انجام دادیم در حالی که امریکا نمیخواستن این عملیات انجام بشه. جمعه 14 تیر ماه، در مقابل تهدید جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا، پاسخ مقامات ایرانی شروع میشود. مقامات ایرانی تأکید میکنند این حرکت بدون پاسخ نخواهد ماند. 22 تیر ماه 98، دیپلماسی باعث می شود تا جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس از آزادی خدمه ایرانی بگوید، البته آن هم به شرط وثیقه. بریتانیایی ها می خواهند ایران را وادار به پذیرش شکست کنند. سه روز تمام تلاش‌های دیپلماتیک ادامه می‌یابد. بریتانیا نشان می‌دهد نسبت به ایران زبان دیپلماتیک را قبول ندارد. به نظر می‌رسد تنها زبانی که می‌شود با آن سخن گفت اهرم فشار است. ۲۵ تیر ماه 98، حسینیه امام خمینی، بیت رهبری. انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده. اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی، دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن. این سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی ایران برای امریکایی ها و بریتانیایی ها یک مفهوم بیشتر ندارد. آیت الله خامنه ای صادق الوعد است. بنابراین به زودی ایران وارد فاز تقابلی می شود. ناوچه های جنگی بریتانیایی و امریکایی شروع به اسکورت کشتی های تجاریشان می کنند. اصلی ترین عنصر اسکورت را این کشتی تشکیل می دهد. شناوری همه کاره با قدرت مانور بالا در مقابل قایق‌های تندروی ایرانی. از امروز هر کشتی تجاری غربی باید توسط یک یا دو کشتی جنگی اسکورت شود تا از تنگه هرمز عبور کند. البته هزینه نظامی این کار را هم اعراب تقبل می کند. به حد اقل این حسن را دارد که ایران دست به اقدام متقابل نخواهد زد. اما
واقعاً ایران می‌خواهد در مقابل این فشار غیرقانونی بشکند؟ دانستن پاسخ این سوال زمان زیادی طول نمی کشد. تنها یک روز بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشتی استنا ایمپرو را نزدیک جزیره ایرانی لارک رصد می کند. خب ما چند روزی منتظر عبور انگلیسی ها بودیم در منطقه. اینا عبور نمی کردن توی منطقه خلیج فارس، و یا اگر عبور انجام می دادن شناور خالی بود، یعنی اون شناوری که مد نظر ما نبود. ما 28 تیر ما ساعت 12 ظهر در واقع یک اطلاعاتی کسب کردیم که یک شناور انگلیسی قرار است از فجیره بیاد ورود به تنگه هرمز بکنه، نفکش انگلیسی. کشتی تخلفات مختلفی دارد و آبستن توقیف است. این استناست که مغرور از کنار جزیره لارک می‌گذرد. ایمپرو هم یعنی امپراتور. پس این کشتی نفتی نماد امپراتوری بریتانیا است که از کنار جزیره ایرانی به آرامی می‌گذرد. استنا به سمت امارات می‌رود. سه تخلف هم در کارنامه‌اش ثبت شده: تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیتیاب و توجه نکردن به هشدارهای پلیس خلیج فارس. This is Sapone warship. You are ordered to turn it on immediately. This is Sapone warship. Your passage is regarded as a suspicious action. So you are ordered to alter your course to port on course 000 degrees about 7 nautical miles. Then stop your engine immediately. Over. انگلیسی ها در آبهای خلیج فارس هم رادار خاموش می کنند. این اقدام خطرناکی است و به دستور سازمان کشتیرانی ایران، کشتی انگلیسی باید سریعاً توقیف شود. ایازش خاموش کرد. ساعت حدوداً 7:45 دقیقه ما مبادرت به صدا زدن این کشتی کردیم که خودتو معرفی بکن، چرا سامانه ایایس خاموش کردی؟ و کشتی جواب نمیداد. ما بچه ها چندین بار، چون ما قانون کنترل باند رو در تنگه هرمز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی دریایی انجام میده، و چندین بار ما این رو صدا زدیم و امتناع کرد از جواب دادن. تعداد شناور رو فرستادیم برای شناسایی سطحی این شناور. خب وقتی شناور ها رسیدن به کشتی، اسم کشتی رو هم تونستن بخونن که استینا امپرو. اما استنا در حمایت یک کشتی جنگی بریتانیایی است. این ناو انگلیسی چشم از کشتی نفتی ملکه بر نمی دارد، خصوصا که قرار است ائتلاف غربی ها برای گرفتن نفس ایران به زودی در خلیج فارس مستقر شود. پس او با نهایت سرعت برای مقابله با شناورهای ایرانی حرکت می کند. This is a Navy warship. This is British warship Foxtrot 236. I am trying to assist. This is Sapone warship, and I order you to not interfere in my operation. This is my last warning. Over. اما سپاه پاسداران هم نیروی دست و پا بسته ای نیست. سناریویی طراحی می شود تا استنای ملکه انگلیس به همان شکلی توقیف شود که کشتی ایرانی توقیف شده بود، یعنی با پیاده کردن نیروهای کماندو روی عرشه این نفتکش. بخشی از شناورها در واقع به جهت حضور
فریگیت 236 انگلیس جدا شدن و مأمور شدن که در صورت مداخله فریگیت انگلیسی اینها مقابله کنن با فریگیت انگلیسی و آمادگی کامل داشتن که اگر فریگیت انگلیسی بخواد مداخله بکنه حتما با او برخورد کنن. توقیف نفتکش روباه پیر استعمار انگلیس توسط جوانان مؤمن و انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. انگلیس بداند، امریکا بدانند، دشمنان ایران اسلامی بدانند که در هر کجای این کره خاکی منافع جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار بدهند، با برخوردی مقتدر، محکم و قاطع روبرو خواهند شد. کارکنان کشتی گریسمان رو اینها با ضرب و شتم، با یک برخورد بسیار بدی توقیف کردن و ناخدای کشتی رو اینها بردن زندان در بازداشتگاه. ما این کار رو نکردیم انصافا، این یک برخورد اسلامی و انسانی بود که ما با اینا انجام دادیم، در صورتی که اینا اینطور برخورد کردن. کاخ سفید که تا امروز توقیف نفتکش ایرانی در یک مستعمره اشغالی توسط بریتانیا را اقدامی درست و به جا توصیف کرده بود، حالا توقیف نفتکش متخلف انگلیسی را یک رفتار پرتنش و نشان بی‌تعهدی ایران به قوانین بین المللی می داند. ترامپ سرشار از خشم است. Iran is showing their colors. Going to work out very nicely. Iran is in big trouble right now. کارمندان فارسی زبان شبکه دولتی انگلیس زودتر از مقامات این کشور ایران را تهدید می کنند. یک روز بعد از شاخوشان کشیدن بی بی سی فارسی، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس هم به مجلس این کشور می رود. لحن هانت اما بعد از نشست نسبت به دیروز آرام تر شده. I had a fairly long conversation with the Iranian Foreign Minister Javad Zarif this afternoon, and it's clear from talking to him and also statements made by Iran that they see this as a tit for tat situation following Grace One being detained in Gibraltar. Nothing could be further. دوشنبه 31 تیر 1300 جان بولتون در ژاپن است. او می‌خواهد با ژاپن و بریتانیا علیه ایران یک ائتلاف نظامی تشکیل دهد، آن هم در تنگه هرمز. ژاپن به صراحت رد می کند. عصر همین روز بریتانیا هم اعلام می کند هیچ تمایلی به حضور در چنین ائتلافی ندارد. یکم مرداد 1398 عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران سفر می کند. عراق میانجیگری می کند تا هژمونی امریکا بیش از این شکسته نشود. بعد از عبدالمهدی یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هم برای میانجیگری آمده. عمان از دیر باز میانجیگری بین ایران و امریکا را بر عهده داشته. حالا همه چشم ها به جبل و طارق است. آیا بازیی که برای قطع دستان منطقه ایران طراحی شده با یک بدل به چالش بزرگ امریکا تبدیل می شود؟ آیا هژمونی امریکا در آستانه فرو ریختن است؟ پنجم مرداد 1398 بی بی سی تیتر میزند نیروی دریایی رویای بریتانیا به اسکورت نفتکش ها میپردازد. مأمور این کار هم ناو F-236 است. این همان ناوی است که در یک مواجهه ساده با شناورهای تندروی سپاه نتوانست نفتکش بریتانیایی را اسکورت کند.
حالا انگلیسی ها دوباره روی این کشتی قمار می کنند. به نظر می رسد این اسکورت شروع نشده، شکست خورده است. Foxtrot 23, British Heritage. Good evening, sir. I am operating in the area. There is this Iranian warship. They are telling me to stop engine and alter course. I request you stand by, Channel 8. Roger. 36, this is Stefani warship. Motor tanker British Heritage is under my control. You are ordered, do not interfere in my operation. This is Sapahni warship on your starboard side. You are ordered to turn on your AIS immediately and hoist your flag. And also alter your course to the starboard side and keep well clear of Iranian territorial waters immediately. Over. Okay, Iranian warship, I'll do that. Thank you. Sapahni warship. As I see, there is a helicopter flying in this vicinity. Is that belonging to you? Over. Let's have a Navy warship. This is British warship Foxtrot 236. Affirmative, sir. I have an aircraft operating in the vicinity. Over. This is Sapahni warship. You are ordered to land your helicopter immediately. Sapahni Navy says the first word and the last word in the Persian Gulf. So you are ordered to be well clear of me. This is my last warning, and you are responsible for any kind of dangers in your proceeding. Over. پنج شنبه 24 مرداد 1398. بعد از هفته ها سکوت خبری، بالاخره کشتی ایرانی آزاد می شود. گریس نامش را به آدریان دریا تغییر می دهد. امریکا بلافاصله به مقامات جبل و طارق دستور می دهد دوباره این کشتی را توقیف کنند. این بار اما هیچ کشوری اهمیت نمی دهد. بریتانیا مخفیانه به مستعمرش پیام داده موضوع را رها کنند. Well, I was present in court in relation to another matter, but what I can report is that the Chief Justice was told, was shown documents to the effect that the Chief Minister had given notice that the ship is no longer a specified ship within the provisions of the EU sanctions, and as it is no longer such a specified ship, there is no cause for its arrest, and therefore the arrest has lapsed immediately. آدریان دریا راه خود را میگیرد و میرود و بار خود را در سوریه تخلیه میکند. ایالات متحده هم فقط مینشیند و با چشمهای ماهواره‌ایش تماشا میکند. ایران بازی باخته را به یک برد تاریخی تبدیل کرده. با آزادی گریس یا آدریان دریا، جمهوری اسلامی ایران هم از تخلفات نفتکش بریتانیایی چشم پوشی می کند تا نفتکش ملکه انگلیس هم دوباره به آب بزند. نفتکش کار حقوقیش به اتمام رسید و به هر حال بر اساس اون نگاه دوستانی که چشم‌پوشی از خطا بشه، آزادی نفتکش زمینش فراهم شده و نفتکش میتونه حرکت بکنه. 31 خرداد 1399 دوباره امریکا، دوباره کشتی ایرانی و این بار باز هم یک کشور محاصره شده دیگر. ونزوئلا مدت هاست که در محاصره اقتصادی امریکاست. کشوری نفتی که خود به سوخت و تجهیزات پالایشگاهی نیازمند شده، آن هم درست زیر گوش امریکا. پنج نفتکش ایرانی به سوی ونزوئلا به راه افتادند. امریکا تهدید می‌کند هر پنج نفتکش را توقیف خواهد کرد. سفیر ایران در ونزوئلا پاسخ می‌دهد. ایران و ونزوئلا son dos países independientes, soberanos. Dos gobiernos legítimos han conversado y están ampliando sus relaciones comerciales. Todos los convenios internacionales apoyan a la venta, bueno, a comercio legítimo, legal, transparente, bueno, entre los países, ¿sí? Y dentro de esos convenios y esos países están Irán y Venezuela.
هر 5 کشتی در ونزوئلا پهلو می‌گیرند. تجهیزات پالایشگاهی می‌برند و طلا می‌آورند. تجهیزات از کشوری که کمتر از 8 سال پیش قرار بود با تحریم بنزین فرو بپاشد، اما حالا صادرکننده امکانات پالایشگاهی است. این سویتر و در خلیج فارس هم دست بالا با ایران است. کشورهای مختلفی به سوی بنادر عربی کشتی جنگی فرستادند، اما فرمانده این ائتلاف که ایالات متحده است مدت هاست از قوانین پلیس خلیج فارس اطاعت می کند. آن که از آسمان، زمین، دریا و زیر آب همه ترددها را کنترل می کند ایران است.